آقای خانم دارید حال تینچه داره خوشمان به شد ویدیو جدید. گفتم یکم بریم سمت آسیای شرق، بیشتر سر این اسامی سخت و شبیه همه کنجون تانکی که اینجوری داره من فکر میکنم شاید اصل مطلب لای این اسامی شبیه به همشون گم بشه، واسه همین کمتر میرم سمت اونوری. ولی خب به احتمال زیاد فکر اشتباهیه که دارم و اگه علاقه داری تو کامنت ها بگید که حتما بیشتر از آسیای شرق بسازیم. صاحب و زنگوله بغلش و لایک و کامنت یادتون نره، پرحرفی نمی کنم بریم سراغ این قسمت. اودا نوبوناگا یکی از فرمانده های باهوش و با تاکتیک ژاپنی بود که پسر یکی از دایمیوهای ژاپن محسوب میشد و کارشو با ولیعهدی باباش شروع کرد. حالا دایمیو میشه چی؟ تو قرن 16 میلادی ما یه فروپاشی حکومت مرکزی ژاپن رو داشتیم که رهبرای سامورایی گوشه های ژاپن اومدن هر کدوم واسه خودشون یه حکومت محلی درست کردن و تقریبا میشه بگی یه حکومت فئودالی ارباب رعیتی درست شده بود. به رئیس هر کدوم از این حکومت های محلی میگفتن دایمیو، که مثلا میتونست یه دونه سامورایی باشه، یه سامورایی که دایمیو هم حساب میشده، یه عنوان موروثی هم بوده. وقتی پدر میمرده عنوانش و زمیناش و هرچی که داشته میرسیده به ولیعهدش که معمولا هم پسر بزرگتره بوده، یه چیز تو مایه های نجیب زادگان فئودالیسم قرون وسطای اروپا. این نوبوناگا پسر رئیس قبیله اودا بود توی ایالت اوواری که اولش تو جوونیش خیلی خلافکار و چشچرون و این صحبت ها بود، انقدر اذیت کرد که عنوان ولیعهدی رو ازش گرفتن، گفتن سیکیوز تو به درد این کار نمیخوری. وقتی هم که باباش مرد 15 سالش بود و چون ولیعهدی هم ازش گرفته بودن رئیس قبیله شد عموش، دیگه داشت همه چی از دست میداد. یه مربی خیلی دلسوز داشتید، یه سری آدمای وفادار همیشه تو دربار هستن، این از اونا بوده. میاد بهش میگه بابا چیکار داری میکنی؟ همه چی تو ازت گرفتن، تقصیر خودته، چقدر بی‌مسئولیتی، یکم آدم شو، ای خاک تو سرت، چرا گوش نمیدی؟ زد خودشو هاراکیری که این لفظ بی‌تربیتی که ژاپنیا دارن یه نوع خودکشی با شرافته. یکی مثل این مربیه خودشو هاراکیری کرده که اعتراض کنه به رفتار بعد این نوبوناگای جوونه جویا اینا. یا مثلا وقتی قلعه ها محاصره میشد دیگه، آدمای تو قلعه میدونستن که شکست خوردن و اگه گیر بیفتن همه سلاخی میشن، واسه اینکه حرمتشون حفظ بشه یه خودکشی دست جمعی انجام میدادن. بعد این حرکتی که مربی نوبوناگا با خودش میکنه، این بچه به خودش میاد، منقلب میشه که یهو در یک عمل ناگهانی خفتالاسیونی رهبری قبیله رو از چنگ عموش در میاره. یکم جاپا خودش رو حفظ میکنه، ارتشش رو قوی تر میکنه. یه دایمیو همسایه رقیب داشته که اون موقع اصلی ترین حریفش بوده، که یه رئیس داشت به اسم یوشیمیتو. سال 1560 میلادی تو نبرد معروف اوکهازاما میزنه، یوشیمیتو رو میترکونه و تو منطقه اسمش در میره. بعد از این تاریخ 8 سال طول میکشه، یعنی سال 1568 میتونه کیوتو پایتخت ژاپن رو فتح کنه. همین جوری که نوبوناگا داشت قوی تر میشد، قبیله های سامورایی دیگه یا جنگجوی بودایی که اونا هم قدرت زیادی تو ژاپن داشتن دیگه داشتن بهش حسودی میکردن و عصبانی شده بودن. هر کی یه رای پیدا میکرد که این بچه رو بزنه زمین، که وقتی فهمید بودایی هم زده شدن قاطی میکنه. در طی یک حمله خفتالانس به کوه هیه میزنه، بودایی های اونجا رو قتل عام میکنه. بعد این تایم ژاپن زمانی بوده که دیگه اون حرمتی که جنگیدن داشت، یه سری اصول اخلاقی نبرد و که سامورایی‌ها باب کرده بودن از بین رفته بود. در کنار اینم این موضوع که نتیجه جنگو یه نفر معلوم کنه و بگم وای فلان قبیله فلان شمشیر زنو داره پس ما از قبل بازنده ایم، دوره این چیزا هم تموم شده بود و رو آورده بودن به خشونت و جمع کردن ارتش. یعنی هر کی لشکر بزرگتری داشت و آدمای بیرحمتری تو سپاهش بود شانس برنده شدن بیشتری داشت. نوبوناگا یه دسته پیاده نظام داشت به اسم آشیگارو. بعد تو همون قرن پرتغالی‌ها تفنگ شمخال آورده بودن ژاپن. نوبوناگا به این پیاده نظام آشیگارو آموزش شلیک دسته جمعی شمخالچی‌ها رو داده بود و
و با همین تکنیک تونست تو جنگ آنگاوا دو تا قبیله قدرتمند آساکورا و آسایو که با هم متحد شده بودن و تو سال 1570 شکست بده. یه جنگ خیلی معروف دیگه هم داره به اسم ناگاشینو که اونجا هم تونست با همون روش شلیک دست جمعی قبیله تاکدا رو تو سال 1575 شکست بده. یکی از حرکتایی که تو تاریخ ژاپن بدنامش کرد برمیگره به محاصره قلعه ناگاشیما که وقت داد آدمای توش تسلیم بشن، ولی آخر سر 20,000 نفر آدمو که تو قلعه پناه گرفته بودن و زنده زنده سوزون، یعنی قلعه رو کلا آتیش زد. بعد یه روشی که نوبوناگا باب کرده بود این بود که بدون توجه به اصالت و خانواده سربازاش نسبت به لیاقت و شجاعتی که از خودشون نشون میدادن بهشون ترفیع درجه میداد. این روش درسته که تشویق میکرد همه بهتر خودشون رو نشون بدن و همه شانس درجه دار شدن رو داشته باشن، ولی یهو میدیدی یه دوز مثلا که واسه قضای مفت ارتش عضو سپاه شده میرسید به فرماندهی سپاه، کسی که تا 10 سال پیش اصلا سنمی با شاه نداشت میشد از آدمای اطراف نفر اول کشور. خب این قضیه جدا از اون تشویق به پیشرفت وفاداری نمی آورد. همین قضیه بلای جون نوبوناگا شد. سال 1582 میلادی یکی از فرمانده‌هاش به اسم میتسوهیده ضد شورش کرد و نوبوناگا افتاد تو تله و جایی که دیگه میدونست اسیر میشه تو روز 21 ژوئن خودکشی کرد. و میرسیم به شعر بروسلی، عارف معروف ژاپنی. نوبوناگا که همه را هاراکیری کردی، همه عمر دیدی که چگونه هاراکیری نوبوناگا در بر گرفت. امیدوارم از این قصه لذت برده باشید. اگه دوستش داشتید با لایک و کامنت و ساب و زنگوله بغلش حتما حمایت کنید. مرسی که صدای بنده رو تماشا کردید. دیگه ارزی نیست.